سلام خدمت شما عزیزانم خوب هستین؟ بعد از این پرستش عالی بهتر شدین؟ آمین هر جا که هستین شالوم خداوند بر شما باشه اگر دور هستین اگر نزدیک هستین اینجا روی سندلیا نشستین شالوم خداوند قلب و جان شما رو در بر بگیره حقیقتا چقدر نیکو دلپسنده که ما ایمانداران به خصوص در این روز خاص در این روز عزیز با هم دیگه هستیم چه تصویر زیبایی نیست آمین که روزی بشه که ارج به این روز به وسیله روح القدس بیشتر برای ما مکاشفه بشه که از هر جایی که هستیم خودمونو مخصوصا در این روز و این روز اولین هفته مقدس کنار هم باشیم تا این تصویر خانواده این تصویر با هم دیگه خیلی شکوهمندتر دیده بشه و قلب های ما رو پر از وجد و شادی کنه همجور عیسی مسیح خداوند رو آمین و آمین که روح حیات امروز ما رو تازه کنه و گرمای حضور او در این لحظه هر زمستونی که در روح ماست در جان ماست در نام ایسای مسیح به بهار و رستاخیز مبدل بشه به خصوص همگی ما عزیزان میدونم آرزوی همگی ماست که شاهد روزی باشیم که موسم آزادی و رهایی رو در ایران عزیزمون همگی ببینیم از همون جایی که باشه که تاریکی و شب و زمستون رخنه کرده ایران و ایرانی از همون جا آفتاب عدالت خداوند ما طلوع کنه امید. که بر با بالهای او شفا و سلامتیه تا ایران و ایرانی جوونه بزنه دوباره تا ایران و ایرانی دوباره سبز بشه ما ایمان داریم ایمان داریم که این اتفاق خواهد افتاد عزیزان چون کلام خدا اشاره میکنه در خود ظلم در تاریکی در نفاق و دروغ بسرهای فروپاشی نهفته است و هرگز تاریخی نمیتونه ادامه پیدا کنه و روزی فرو میپاشه و ایران و ایرانی و همجون مملکت افغانستان دوباره در بهار رستاخیزی دوباره جوونه میزنه امروز ایزان اولین روز از هفته مقدسه که یک شنبه نخل نام داره هفته ای که یه دنیا میتونم بگم یه دنیا اتفاقات مهیج و حیاتی در این روز برای کل بشریت نه فقط ایمان دارم برای کل بشریت اتفاق افتاد هفته ای پر مخاطره هفته ای که عیسی مسیح خداوند خودشو آماده میکرد برای تاریکترین و خوفناکترین و ترین لحظه زندگیش و همینطور داشت خودش آماده میکرد برای اون خوشی عظیمی که پیش رو داشت که نجات جان جهانیان بود میتونم با جرأت بگم یعنی کلام خدا میگه من نمیگم نجات من و شما و تمامی جهان در گروه این هفته مقدسه برای همین انقدر این روز از اهمیت حیاتی برخورداره که هر چهار انجیل به طور مفصل این روز عظیم رو ثبت کرده امروز اولین روز از هفته مقدسه که به ورود مزفرانه ایسای مسیح خداوند به اورشلیم اشاره میکنه دوشنبه فردا ایسای مسیح خداوند معبد رو پاکسازی میکنه سه شنبه با قوت روح القدس خانه خدا رو پاکسازی میکنه سه شنبه در معبد آخرین تعلیم خودش رو به سمع عزیزانش میرسونه چهارشنبه روزیه که خیانت یهودا علنی میشه و پنج شنبه پنج شنبه میثاق پنج شنبه عهد پنج مقدس زیباترین و ترین روز که عیسی مسیح خداوند در اون بالخانه شام آخر رو با شاگردانش برگزار میکنه روزی که به نوعی کلیسا در اون شب گذاری میشه بنیاد گذاشته میشه و همتون مفهوم تازه ای از این فریزه الهی عید فسح در عهد عتیق ولی خداوند یه مفهوم و معنی تازه ای در اون بالاخانه به این عید فصح میده و در نهایت در روز پنج شنبه خداوند رو برای محاکمه میبرن جمعه به جمعه نیک شناخته شده عیسی خداوند روی صلیب عمل نجات بخش خود رو به کمال میرسانه شنبه شنبه خاکستر شنبه ای که ما بین صلیب عیسی مسیح و قیامه یک انتظار سخت و طولانی واقعا وقتی به شنبه خاکستر نگاه میکنم اوضاع و شرایط ایران رو میبینم شنبه خاکستر حس تبعید و به انسان میده انگار نمیدونه تو اون وضعیت میمونه ی آزاد میشه و یک شنبه شنبه خاکستر شنبه مرگ شنبه اون انتظار دردناک به قیام و رستاخیز تبدیل میشه آمین که هفته آینده اونطور که شایسته نام ایسای مسیح و قیام حیرت انگیز اوست با هم دیگه جشن بگیریم اما امروز از آن یک شنبه نخله که شروع هفته مقدسه در لوقا باب 19 آیه 20 میگه عیسی مسیح خداوند به کوه زیتون نزدیک شد و دو نفر از شاگردان خودش رو با این دستور روانه کرد لوقا باب 19 آیه 30 به دهکده ای که پیش روی شماست بروید چون وارد شدید کره اولاغی بسته خواهید یافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است آن را باز کنید و به اینجا بیاورید اگر کسی از شما پرسید چرا آن را باز میکنید بگویید سرور ما به دان نیاز دارد فرستندگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته بود چون کره را باز میکردند صاحبانش به ایشان گفتند چرا کره را باز میکنید پاسخ دادند سرور ما به دان نیاز دارد آنان کره را نزد عیسی آوردند سپس رده های خود را بر آن افکندند و عیسی را بر آن نشاندند همچنان که عیسی پیش میراند مردم رداهای خود را بر سر را میگسترداندند و چون نزدیک سرازیری کوه زیتون رسید همه جماعت شادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر همه معجزاتی که دیده بودند سپاس میگفتند و ندا در میدادند که هوشیانا مبارک است پادشاهی که به نام خداوند میآید آمین در یک شنبه نخل عزیزان چنین روزی عیسی با ورود شاهانه خودش به اورشلیم نه تنها تمامی نبوت عهد عتیق رو تحقق بخشید بلکه در این سفر سرنوشت ساز نجات رو همینطور که گفتم برای تمام جهانیان برای تمام بشریت به ارمغان آورد تمامی قوم غرق در شادی و پایکوبی بودن ولی پنج روز بعد به جای آن همه کرنش به جای آن همه احترام فریاد مسلوبش کن در تمامی کوچه های اورشلیم میپیچید چرا از چون اونها منتظر پادشاهی بودند که قوم یهود را از سیطره حکومت روم رهایی بده مخصوصا بعد از واقعی زنده شدن ایلازر چون روز نخل یک روز قبلش عیسی مسیح خدا و ایل آزر زنده کرده بود و اونا مطمئن بودن یقین داشتن که ایسا ایسایی که مرده رو برخیزانیده انقدر قدرت و اقتدار داره که آزادی رو برای اونها به ارمغان میاره حتما بر دولت روم چیره خواهد شد برای همین اونا با شاخه های نخل که سمبل پیروزی و شادیه به استقبال پادشاه رفته بودن جماعت او را شادمانه ستایش میکردن پرستش میکردن هوشیانا باد هوشیانا بر نام او که به نام خداوند میآید واژه هوشیانا یعنی ای خداوند نجات بده ای خداوند نجات بده همطور به معنی هللویا ستایش و پرستش هم هست اونها منتظر پادشاهی بودند که مردم رو از اون همه تنگی از اون همه تهدیدهایی که حکومت بر اونا می آورد مخصوصا به طور خاص آن، نجات از اون همه عناصر نامطلوب حکومت که اونا رو زیر یوغ بندگی و بردگی گرفته بود آزاد کنه میتونین ما ایرانی ها خیلی خوب میفهمیم 45 ساله نیست زیر این یوق بردگی و بندگی داریم تجربه میکنیم ولی عیسی مسیح خدا و خوب میدونست در وحله اول قبل از هر چیزی نیاز تمامی انسان ها و قوم یهود آزادی از یوق بردگی گناه و بندگی مرگ در اون روز مبارک هستان چنان حیاهوی از مبارک باد او که به نام خداوند میآید در کوچه های اورشلیم بلند شده بود که فریسیان تنگ نظر یه جوری فشار دندون گرفته بودن و فریاد می زدن ایسا ساکتشون کن نمی بینی؟ نمی بینی شاگرداد دارن اورشلیم در اورشلیم اختشاش به وجود میارن و ایسای مسیح گفت اگر اینها ساکت شوند هر آینه سنگ ها به صدا خواهند اومد ایسا با این جمله عزیزان آشکارن خودشو به عنوان پسر خدا مسیح های معود ماشیه ماشیه که قوم یهود منتظرش بودن پادشاه پادشاهان که سزاوار پرستش علنن اعلام کرد و خودشو معرفی کرد و غیر ممکن بود به بیانی که به هنگام ورود یه همچی رویداد شگفتانگیزی بشه سکوت رو در جماعت اعلام کرد عزیزان با خوشی که در قلبمه ایمان دارم روزی که عیسی برگرده و پادشاهی او بر تمامی کائنات آشکار بشه روزی که تک تک ما در این پادشاهی شراکت داشته باشیم تمامی خلقت عزیزان تمامی خلقت مثل یک سنفونی شکوهمند، مثل یک دست کره پر از عظمت موجی پرخروش از همامی این کائنات به صدا در خواهد اومد که هوشیانا مبارک است کسی که به نام خداوند می آید و رستگاری قومش رو به کمال می رسونه. باور میکنین عزیزان؟ نمیدونم یاد این مطلب میفتین آیا خوشی در قلبتون در هر شرایطی میجوشه؟ واقعا این امید زنده تنها چیزیه که منو از اون تای آبهای بسیار هر دفعه بالا آورده ورود مزفرانه ایسای مسیح خداوند این پادشاه پادشاهان نه فقط تحقق نبوت عالی خیلی نبوت شده ولی به نظر من عالی ترین نبوت که این یک شنبه نخلو خیلی زیبا به تصویر میکشه در زکریا باب نوهای نوهه دختر سیحون بسیار وجد نما ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده آواز شادمانی بده اینک پادشاه تو نزد تو می آید او عادل صاحب فهم صاحب نجات و حلیم می باشد او به جای اینکه بر یک اسبی سوار شه به تازه و قدرتش رو نشون بده سوار و کر اولاقی در حالی که پادشاه پادشاهانه فروتنانه به جماعت داخل میشه نه فقط همین اجزان بلکه بلکه نقل قول پر از عظمت زیبا از مزمور 118 باب 24 تا 26 هر موقع که این مزمور رو خوندم فقط یاد این روز افتادم تمام تصویر اومدن عیسی مسیح به اورشلیم جلو چشم اومده آیه 24 این است روزی که خداوند ساخت عزیزان امروز روزیه که خداوند ساخت بیایید با هم شادی کنیم و این روز رو جشن بگیریم آیه 25 آه خداوند نجات مانده آه خداوند کامیابی عطا کن مبارک هست آن کسی که به نام خداوند می آید. ما شما را از معبد خداوند برکت می دهیم. خداوند خدایی است که ما را رو روشن ساخته است. شاخه ها را به دست گیرید. به قربانگاه نزدیک بشین. توی ترجمه دیگه میگه قربانگاه رو تواف کنی. چقدر زیبا این مزمور خاص این یه بشارت خیلی قوی و چند صداییه که در جشن سالیانه فسح هر سال برگزار میشد کاهنان روز رسیدن پادشاه موعود رو از معبد اعلام میکردند و گروه دعا کنندگان بودند که میطلبیدند دعا میکردند گروه شفیان ای خداوند بزار برکات اون روزی که عیسی مسیح ماشیه موعود میاد این برکات رو همین امروز با چشمای دلشون قوم تو دریافت کنن تجربه کنن و امروز دعای قلب ما باید این باشه عزیزان مطمئن هستم وقتی به اینجا رسیدم مطمئن بودم در اون زمان هم عزیزان افرادی بودن در این جماعت بودن این جشن بسیار مهمی بود که هر سال برگزار می شد افرادی بودن مثل امروز ما نمیدونیم فقط همینطور داریم از دور میبینیم واقعا نمیدونیم افراد در چه چالش هایی دارن دست و پا میزنن حتما در اون روز خاص عده زیادی بودن که روحیه جشن و شادی نداشتن بیچاره کاهنان نگهبانان معبد هی میخواستن امید و شادی رو زنده کنن ولی افراد دلشون شاید پر از اندوه و ناامیدی بود چون بعضی ها شاید برای انتظاری انتظار کشیده بودن سالهای مدید که مثل هرگز بود تا انتظار کشیدین دعا کردین که انگار مثل هرگزه هیچ چیزی پیش نمیاد قوم به زمانهای فکر میکنن که لطف و برکت و معجزات خدا روی سر اونا بود ولی الان سالها بود که تمام اون آیات و معجزات مثل یه خاطره بود به نظر میرسید که وعده هایی که خداوند داده سال های سال شکست خورده مخصوصا وعده هایی که در مورد نجات دهنده بود که میاد و اونا رو نجات میده تمام این وعده ها در قلب بعضی ها عزیزان شکست خورده بود ولی امروز عزیزان میخوام یه حقیقت انکار رو اینجا اعلام کنم چون ایمان دارم بعضی از شما با پوست و گوشت و استخونتون چشیدین و من هم همینطور وعده های خداوند در هر شرایطی هرگز و هرگز با شکست مواجه نخواهد شد آمین اگر چه ظاهرا تأخیر کنه اگر چه ظاهرا مثل هرگز به نظر بیاد اگر چه ظاهرا تأخیرش ناامیدی و شک و فروریزی رو در ما ایجاد کنه ولی وعده های خدا هرگز شکست نمیخوره چون خداوند ما امین و قابل اعتماده و غیر قابل تغییره آمین, آمین. و کاهنا و نگهبانان معبد با اعتماد و ایمان به این خدا عزیزان خدایی که با دهان خودش وعده های نیکو میده و به دستای خودش به عمل میاره سرود پیروزی رو سر میدادن تا امید و شادی رو یک بار دیگه در بین قوم زنده کنن مبارک باد آن پادشاهی که سلامتی و عدل و انصاف رو بر زمین خواهد آورد کاهنان انگار اینو میگفتن بعد نگاه میکردم به تک تک افراد خداوند تو را برکت دهد عبدال خداوند تو رو برکت دهد فرشته خداوند تو رو برکت دهد امیر چرا؟ بعد خدا رو معرفی میکرد چون خدا همان خدایی که ما رو روشن ساخته به موجزات اون نگاه کنین به گذشته نگاه خدایی که ما رو روشن ساخته دوباره روشن خواهد کرد آمین؟ پس شاخه های نخل رو به دست گیرید جشن رو آغاز کنید به سوی قربانگاه حرکت کنید چون امروز روز پیروزیه عزیزان روز جشنه این روز رو باید جشن گرفت چه قیمتی میتونستیم بپردازیم که از یو و بندگی گناه و مرگ و جهنم آزاد بشیم چه بهایی با چه قیمتی با چه قدرتی این مزمور شگفت انگیز عزیزان پیشنهاد میکنم بخونی چند صدایی که بشارت ورود مزفرانه ایسای مسیح خداوند رو مثل پادشاهی زفرمند روی قوم خدا و شهر خدا اورشلیم اعلام میکرد به صورت چند صدایی از بیرون تمام تواف کنندگان که منتظر بودن قربانی ها خودشون تقدیم کنن و از مدخل معبد خانه خدا این صداها به گوش می رسید و با جشن و شادی قوم رو به سوی قربانگاه جایی که باید فسح قربانی ها زب می شد حرکت می دادن. درست تصویری از روز یک شنبه نخل ازدان روزی که قوم یهود بره های فسح خودشون رو برای روز جمعه آماده میکن. جمعه ما جمعه و صلیب داریم از سان. این واقعی ای حیاتی رو میخوایم جشن بگیریم. به یاد بیاریم که ایسای مسیح خداوند برای ما چیکار کرده. و قوم یهود در اون روز بره های خودشون داشتن آماده میکردن هر سال که جمعه باید ببرن زب کنن. و در روز اول هفته این طور بودیم فریزه الهی که آمدن ماشیه رو اعلام کنن و جشن بگیرن و درست در اون روز اون بره خدا وارد اورشلیم شد تا یک بار برای همیشه جمعه عزیزان برای همیشه برای گناهان تمام جهان خونش ریخته بشه آمین آمین داره یا نه عزیزان آمین. یا آمین جانانه آمین. دعای ما امروز اینه باید این باشه که در چنین روزی که عشای ربانی برگزار میشه این شام پیروزی این شام فسح که فسح آزادی از یوغ بردگی رو به ارمغان میاره با همدیگه میخوایم با شادی تناول کنیم با شادمانی به یاد بیاریم این است روزی که خداوند ساخت در آن وجد و شادی کنیم و به یاد بیاریم یهوه خدای ماست خدایی نیست مثل یهوه همان خدایی که به وسیله قربانی پسر یگانه خود ما را روشن ساخته است آمین و روشنتر خواهد ساخت پس شاخه های نخ را که نماد پیروزی و شادیه به دست بگیریم که میتونه امروز قلب‌های شک‌گزار ما باشیم از آن. جان‌هایی که از شادی، از شک‌گزاری پرستش لبریزه. رو مثل این های نخل به حضور خداوند تکون بدیم. لب‌هایی که به اسم عیسای مسیح خداوند معترفه. با قربانی قربانی‌ها نزد خدا بدیم و به قربانگاه نزدیک بشیم. آمین. مکانی که قدرت شیطان شکست خورد تا امروز من و تو فرزندان بشیم دیگه بنده خانده نشیم آمین مکانی که تاریکی به نور مبدل شد مکانی که لعنت به برکت مبدل شد مکانی که هر ضعف به قدرت تبدیل شد عزیزان مکانی که انسان خدا با انسان و با خدا و با همدیگه مصالحه و آشتی به خاطر خون عیسی مسیح به خاطر این قربانی برگزار شد پیوند شد انسان و خدا و انسان ها با همدیگه مکانی که خدای قدوس با انسان به وسیله قربانی عیسی مسیح به مصالحه رسید از این قربانگاه کلید امنیت ماست کلید پیروزی ماست کلید سلامتی ماست قربانگاهی که عزیزا اینجا رو میخوام خوب گوش کنی قربانگاهی که هرگز مواهب و برکات سرشار او رو تجربه نخواهی کرد مگر اینکه اول مثل عیسی مسیح برای اعتبار خودت برای آب روی خودت برای احقاق حقهای خودت برای خودخواهی های خودت نمیری در واقع این یادآوری قربانگاه عیسی مسیح فقط نیست بلکه یادآور قتلگاه انسان کهنه من و توست هر روز هر روز بیشتر امیخته درک میکنم از آن که برکت خداوند از میگم برکت خداوند اون برکتی که عیسی مسیح مبارک اعلام کرد خوشا اعلام کرد رسولان رو متبارکان اعلام کرد برکت خداوند شباهت زیادی به بیمه عمر داره شرکت بیمه چکار میکنه هیچ پولی به تو نمیده مگر اینکه اول بمیری درست عزیزان؟ شرکت بیمه عمر هیچ پولی به تو نمیده مگر اینکه اول بمیری بنابراین اگر خواهان برکت خداوندی هستی که کاملترین عظیمترین عزیزان باید آماده بشیم که اراده شخصی خودمون رو در هر قسمتی امروز بر مذبح بذاریم تا قربانی اراده خداوند بشه تا من و تو مثل عیسی حداقل به طور نسبی ظرفی مستعد و برکت یافته برای اراده خدا بشیم و مطمئنم عزیزان تمامی قدرت های زمین و آسمان به امداد ما میاد همطور که به امداد عیسی مسیح در باغ جتسیمانی اومد که بتونیم با شادی نه با اندوه اراده شخصی خودمون رو قربانی اراده خدا بکنیم اون موقع است که واقعا این برکت خداوندی رو تجربه میکنیم پس بیایم عزیزان با قوت روح القدس با شادمانی به این قربانگاه نزدیک بشیم به امید روزی که او باز خواهد آمد و پیروزی نهایی عزیزان با اطمینان میتونم بگم او بردر است خیلی بسیار نزدیکتر از آنچه که فکر کنیم پیروزی نهایی رو تک تک ما خواهیم چشید بیایم از این در زیافتی شرکت کنیم که تماماً تماماً بر پایه عمل نجات بخش خدای پدر و فیض عیسی مسیح خداوند قرار داره بیاییم به اتفاق هم با همدیگه عزیزان از تمامیت این نان حیات برخوردار بشیم با هم وقتی که این نان رو تکه از اون رو بر می داریم. فقط قسمتی از اون رو بر می داریم. نیست؟ قسمتی از اون رو تنور می کنیم قسمتی از اون رو حض می کنیم، جز می کنیم وقتی که تک تک ما به عنوان بدن مسی قسمتی رو بر می داریم. ولی به اتفاق همدیگه است با همدیگه است که از تمامیت این قرص نان برخوردار میشیم امید تمامیت حیات جذب شده در من در تو از طریق همگی ما ایمانداران وقتی کنار هم قرار میگیریم آشکار خواهد شد ایماندارانی که مسیح در اونا ساکنه آمین عیسی آمی. خداوند برای همین در شبی که او را تسلیم کردن نان را گرفت شک نموده پاره کرد و گفت این بدن من است که برای شما داده می شود هرگاه این را می خورید به یاد من باشید به یادگاری من بردارید و پیاله رو برداشت گفت این پیاله پیاله عهد جدید است در خون من هرگاه این رو بر می دارید به یاد من بردارید چون هرگاه که نان را می خورید و پیاله را می نوشید موت خداوند را ظاهر می کنید تا روزی که باز آیم تا روزی که تمامی کائنات بگویند مبارک است او که به نام خداوند می آید. آمین چشمای خودمون رو میبندیم از پاستور کلیسا خواهش میکنم به جلو بیان هم برای عشا و هم برای دعای پایانی قبل از اینکه این, این اشا رو بیشتر دعا کنم خداوند توی قلب ما امروز اینطوری گذاشته که کسانی که الان ایماندار هستن و کسانی که طبق کلام خودشون تفتیش کردن و چیزی منفی در خودشون ندیدن و میتونن این از این اشا وردارن اینطوری فکر کردیم که یک بارم این کار رو انجام دادیم که کنار هم همینطور اونجا مثل یک دایره اونجا بتونیم بیستیم این نشانه اتحادی هست یک هستیم و هم زمانی که ما دعا کردیم برای نون و برای این پیاله عهد جدید اون موقع من و نسیم با هم میاییم و به تک تکش ما این نون رو میدیم و همینطورم این شراب رو میدیم و فقط خواهش میکنم بلا فاصله اینو نخوریم بلکه سب کنیم که آخر همه ورداشته باشم بعد از اینجا زمانی که اینجا هستیم اونجا از خود من تشکر میکنیم بعد از این میتونین این بدن مسیر رو بخوری و همینطور هم خون او رو بنوشی یا این عهد جدیدی که خودمان من عهد فیضی که خود من با ما بسته اونجا هم تازه کنین آمین پس من پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه من دعا بکنم و تشکر کنیم الان خواهش میکنم میتونین اینجا کسانی که میگم که ایماندار هستن تعمید, رو گرفتن میتونن اینجا شرکت کنن کسانی که هنوز تعمید نگرفتن یا هنوز برحال به اون ایمان نرسیدن میتونن همین جایی که هست اونجا بشینین در دعا باشین خداوند برحال دعای شما رو میشنوه و دعای شخصی خودتون هم بتونین بکنین و بعد از این هم ما وقت هم خواهیم گذاشت برای شما هم دعا کنیم کسانی که هنوز ایمان ندارن چون این جشن نخلو که میگیریم که عیسی مسیح چطور وارد اورشلیم شد همینطور خدا امروز هم این امکان رو به شما میده که قلبتون باز کنی و اون پادشاه جلال رو قبول کنید در قلبتون اون که میاد واقعا همینطور که نسین هم گفته نه عنوان اه عنوان یک میگم یک کسی که فقط رو اسب همینطور که نسلیم گفته وارد میشه، بلکه این خدای فروتن که میاد اونجا و گناه های شما رو بتونه ببخشه و همینطور هم وارد قلب شما بشه. من پیشنهاد میکنم اینطوری بکنین که همه با هم کنار هم بیستن اینجا یک قسمتی هست که اینجا… آه. الی، این نشانه همینطور که کنارش ما استادین اتحاد باش آخر سلول سلولای بدن مسیح هستن که با همدیگه چسبیدن و مثل سمبول میخوایم همینطور به همدیگه هم نگاه کنیم از خدا من تشکر کنیم برای هر عضوی هر سلولی که در بدن مسیح هست که برای خدا خیلی با ارزشه آمین یا <صح speak> <صح> خداوند واقعا افتخار می که همینطور که امروز هم از خادمتون شنیدیم خداوند تو مثل یک پادشاه وارد این دنیا نشدی وای بر ما اگه می مثل پادشاه می مثل خدا می آمدی کیس می اونجا جلوه تو بتونه بیسته خداوند و مرسی این فروتنی خودت رو نشون دادی هر چقدر خدا بودی خودت رو خم کردی انسان شدی آمدی به قوم خودت حتی به خواسان خودت آمدی خدا من با فروتنی روی یک اولا و آمدی با این با این هدف که بری روی صلیب اونجا مصلوب بشی به خاطر گناه های ما افتخار میکنیم خدای مثل تو داریم خدا من. پر قدرت اما فروتن مرسی خداوند که این نون که سمبول بدن توست ما میتونیم بلند کنیم خداوند و بگیم که خداوند تو نان حیات هستی و ممنون هستیم که خداوند زندگی خودت و بدن خودت به جای ما روی صلیب بردی و اونجا به خاطر گناه ما مصلوب شدی خداوند اینو جلوی تو بلند میکنیم خداوند که تمام زیبایی تو خصوصیت های تو صفت های تو در اون بود چقدر از پدر اطاعت کردی و محبت خودت رو به ما ثابت کردی همینطور خداوند این پیاله عهد جدید رو جلوی تو هم بلند میکنیم مرسی خداوند که نه با قول ما رو نجات دادی نه فرشته فرستادی که بره ما رنج بکشه بلکه خود خودت آمدی با خون خودت ما رو باز خرید کردی مرسی از این عهد جدید عهد فیض به ما بخشیدی بخشیدی خداوند و این هم جلوی تو امروز هم بلند میکنیم ما میخوایم امروزم با شادی همینطور که در مزمور 118 خوندی با شادی میخوایم اینو این رو ورداریم خداوند و از تو تشکر کنیم و عهد خودمون رو خداوند با تو تازه کنیم همین با این خوردن بدن تو نوشیدن خون تو اعلام کنی موت تو و همینطورم به زودی خداوند خواهی برگشت عنوان یک پادشاه پادشاه و رب بالارباب آمین آمین